بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العفو منك إلهي، والذنب جاء مني. العفو منك إلهي، والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يدلله فلن تجد له وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. برادرای محترم، با سلسله درسایی که درباره موسیقی داشتیم، دوستایی که در هفته نو آمدن، هفته قبلی موجود نبودن، مختصر آنچه که گذشته درسای ما خدمتتان عرض میکنم، باز باقی مانده‌اش براتان بیان میکنم. در درسای گذشته که موسیقی را آغاز کردیم، اینجا دیدیم که بسیاری کس ها میگن که در قسمت موسیقی علما اختلاف کردن و بعضی ها گفتن که موسیقی حلال است و بعضی ها گفتن حرام است. همی گفت بعضی دوستا دقیق تفکیک نکردن و اوی است که علما اکثرا وقتی که بحث کردن، زیادتر بحثایشان که من خواندم سر وسایل موسیقی اختلاف کردن، سر بعضی از وسایل. بعضی ها گفتن دایره جایز است، ولی ها اتفاق کردن که دایره اگر نواخته میشه توسط طفلک ها، دخترک های خورتر، نه مردای بروتی و ریشکلان که دایره را دست خود بگیره، برای طفلک ها این دایره را گفتن که جایز است. در قسمت طبل غزات بعضی علما اختلاف کردن که مثلا وقتی که در جبهه جهاد میرن یا قسم طبل یا دول میگن که میزدن به خاطر از اینکه مو جنگ آغاز میکنن، دی هم بعضی علما اجتهاداتی داشتن و گفتن که این مثلا جایز است. و بعضی علمای دیگه سر بعضی وسایل دیگه چی کردن که این وسایل اجازه هست یا اختلاف کردن. اما سر موسیقی که ما شما گپ میزنیم، من زیادتر از تاریخ گپ نمیزنم. میره گفتم که مثلا تاریخی که ما میخوانیم در زمان پیغمبر سر موسیقی بسیار به شکل عادی، یگان دایرگک ها بوده، یگان دول بوده، یگان چیزهای عادی بوده. لیکن وقت ما بحث میکنیم از موسیقی امروزی که فعلا در افغانستان است و آنچه که امروز در افغانستان است، ایره چند قسم در افغانستان موسیقی هست. موسیقی است که به نام دینی هست، موسیقی است که مثلا در اوتلا و در روسیه و در محافل میباشه، و بعضی حالات موسیقی نیست، تنها ترانه‌خوانی و اینیگپا هست. من میخوایم که آنچه که در افغانستان فعلا وجود داره، وقتی که من سر از این تحقیق شروع کردم، دیدم در یک پارچه موسیقی تقریبا از 10 الی 15 حرام است. والله من چون آدم تحقیق میکنه، از دوستا تقاضا کردم، از اینترنت و از بازار هیچ چیزا را که به شما آوردن، بعضی فیلم ها را اگه من بر شما اینجا نشان بدم، بتوام خویخ مسجد است، جای مقدس است، ما و شما و فیلم ها را انداخته نمیتونیم. و بعضی چیزایی را که به نام موسیقی میخوانن
شما امو کلپ چیز است اگر سهل کنین امو زنبیلغه هم یک تا کلپ جور کرده یک بابا یک ریش سفید هم میگه خدا انجره تا خوش کنه که تزی گپی که تو میزنی یعنی گپ هایی میزنن فسق قصده موسیقی حتی کفر است و این من برتان سرزمین بحث میکنم بحث کردیم که موسیقی تنها ساز نیست تنها آواز زیبا نیست بلکه در موسیقی ساز است، آواز است، صدای بچه های برهنه روی است، رقص است، دخترها هست، رقص دخترها هست، صدای زنها هست و دعوت به زنا هست. کل ازی را سر ازی بحث کردیم و گفتیم پیش ازی که سر موسیقی گپ بزنیم بیاین سر هر کدام ازی علایده علایده بحث بکنیم تا بفهمیم که در یک پارچه موسیقیه که فعلا در افغانستان مردم او را مشنوند یک حرام نیست حتی علمایی که میگه حرام است یک حرام است او هم اشتباه میکنه بلکه 15-16 تا حرام است با شنیدن یک پارچه موسیقی تو مرتکب یک گناه نمیشی مرتکب 15 گناه میشی از این خاطر با بسیار بی‌تفاوتی و یکی مثلا باز بعضی کسا میگن والا شیخ قرضاوی صاحب گفته شیخ قرضاوی صاحب امی خواننده‌ای که فعلا در تلویزیون است امی مردایی که میخوانن و سه تا زن پیشش میرخصه والا تهمت از سر شیخ قرضاوی تهمت از سر ابن حزم تهمت از سر اما علمایی که مثلا او بیچاره وقتی که بحث کردن بحثاشون سر چیه سر وسایل است سر طبله چطور است دول چطور است پیانو چطور است سر از این اختلاف نظر کردن اما یکی یک دختر آرایش کردگی فیشن کردگی در مقابل صد مرد میرقصه و بازو یکی دیگه مورد آغوش گرفته تا بالا میکنه آیا این موسیقی را گفته والله سر علمای اسلام تهمت است از الله بترسن امی کسایی که این قسم فتاوا را میتن یا چی میکنن یا کسایی که میگه موسیقی های محلی نو پرابلم پروا نداره این موسیقی که کاکاگک میخونه چه خلد جارشم فلانی بازه باز این موسیقی این محلی این موسیقی که حالا فعلا به نام شیردل خان کندوزی و نورگل خان قندهاری نمایشن ای فهم دار آدم که نمایشن نمیگیری این انسان های فاسق و فاجر میخونه ایره تو حلال میگی یه چیزی که مردم به زنا دعوت میکنن به شراب خوری دعوت میکنن به همجنسگرایی دعوت میکنن به فسق و فجایع دعوت میکنن اینه کدام عالم گفته هیچ عالمی درباره از این نگفته معاذ الله و ما باید نباید سر علما تهمت بکنیم و کسی که سر علما تهمت میکنن گوشت علما را بعض علما مردم ها میگن میگه احتیاط کنین غیبت علما را نکنین که گوشت علما مسموم است یعنی گوشت یک انسان عادی را میخوری فرق میکنه با گوشت یک کسی که زار داشته باشه تبایت میکنه چرا تو که سر یک عالم تهمت میکنی گپش نمیفهمی و میگه نه والا قرضاوی صاحب گفته موسیقی حلال است حالا چالان کو تو پرت یک خواندن هندی نه اوهو اینه قرضاوی امین گفته او قرضاوی بیچاره یگان خواندن حکای خرد خود که طلع البدر علینا من سنیات الودا او یگان تو کت یگان تنبور خوانده سر از اونو یگان اختلاف کرده اما سر از این خواندنایی که اینجا هست هیچ وقت هیچ عالمی نیست از این خاطر خب گفتیم پیش از این که سر دیگه مسائل موسیقی گه بزنیم اول یکی از چیزهایی که موسیقی تقریبا از 15-20 چیز ساخته شده یک پارچه موسیقی متشکل است از 20 چیز 15 چیز 16 چیز میگیم سر هر کدامش ما تقریبا 16 تا از این حساب گرفتیم و آدم وقتی که تحقیق میکنه روز به روز برش معلوم شده میره اینا رو وقتی که اول گفتیم میایم در شعر شروع میکنیم و سر شعر در هفته های گذشته صحبت کردیم که ما بسیاری کساس وقتی که گپ بزنی فورا آدمی دانت گپ میگیره والله او کسی که منافق است منافق جان خانه تابات هر چی که میگی و او کسی که کافر و بیدین است از گپای ما این طرف هم قطع میکنه این طرف هم قطع میکنه یک کلمه را پیدا میکنه باز میخیزه که مثلا مثل که در او هفته یک جوان آورد که در اینترنت یک کسی نشک گفت آیت هم میپرده که اینه استاد دایی گفته که بخاطر یک زن که در دوزخ بره چهار مردم کتش میره خب باز آمده گفته که اینه آیت قرآن میگه که ولا تزر وازرتون وزر اخرى هیچ کس متحمله گناه دیگران نمیشه درست است آیت قرآنی را اگر تو مسلمان هستی و صدای ما را میشنوی یا از اینترنت میشنوی یا از طریق اسکایپ میشنوی یا از هر طریقی که میشنوی یا سی دی را میگیری اگر تو انسان مسلمان هستی و با تقوا هستی من نصیحتم بر تی است که برادر عزیز محترم من وقتی که گپ میزنم از دل خود گپ نمیزنم تو نکو که ولا تزر و وازره تن وزر اخرى درست است آیت قرآن است میگه که هیچ کس متحمل گناه کس دیگه نمیشه مثلا یک بچه جوان است رفت در بیرون اونجا مثلا رفت در هتل زنا کرد من متحمل گناه از او نمیشم او را گناهش مرا گناهش اما آیا من از خانم خود
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. نگفته الله که او مردم خود و خانواده تان از آتش دوزخ نجات بتین. وقتی که میگه خود و خانواده تان نجات بته، و تو در امریکا یا در اروپا یا در بریتانیا ششتی و مادر اولادای تروان میکنی و اونجا کت داتا فلانی همراه از او برک دانس میکنن و قرار ششتی و باز میگی ولا تزر و وزرتان وزر اخرى، اینه در کدام قرآن گفتم؟ اتق الله، از خدا بترس. اگر تو راستان تحقیق میکنی باز آیت قرآن میمونه، باز میگه اینه استاد دانشگاه هست، اینه استاد دانشگاه، اقدر ساده هست، اقدر قرآن نمیفهمه. ولا تزیر وازیرتون وزر اخرى، ما استاد دانشگاه وقتی که هستم قرآن مثل تو رو تو نمیکنم به خاطر منفعت خود، به خاطر که در سرت خانمت یا همشیریت یا دخترت یا مادرت در روی در بازار روان میکنی و اونجا در لب بحر اتر نیست که من نمیفهمم، اتر نیست اینجا خواه افغانستان است، ما تو در اروپا تو هم تیر کردیم، من هم دیدیم، من هم بلد هستم که در لبای بحر چی گپ از در اروپا، خوب دیده میشه، تو هم میفهمیم، ما هم میفهمم. آیا اون مرد که خانم خوده، دختر خوده، مادر خوده، ها؟ همسر خود روان میکنه در لب بحر و اونجا که مردای نامحرم برهنه است، باز برام آیت قرآن میخونه که ولا تزیر و وازیره وزر اخرى، تو هیچ متحمل گناه نیستی، هیچ پرابلم نداره. آیا تو قول پیغمبر میفهمی که میگه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته؟ چی معنی قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که میگه که کلکم راع؟ ما یه زیادتر صحبتم بر از این مردمایی که یا مشکل دارن یا تعصب دارن یا تکبر دارن یا مثلا در از کاسی دیگه او میخورن یا میخواین به خاطر از اینکه مرا یا چهار تای دیگر پیش مردم بگه که والله یا عالم نیستن و یا دانشمند نیستن و ما کجای دعا کنیم؟ ما کدام روز گفتیم که ما عالم هستم؟ ما یک چهار کلمه که از دیگه علما است شب شاگردی میکنیم، روز میایم برای مردم درس میتیم، شب میریم خوانده میریم، خوانده میریم، روز میایم نتایج تحقیق خدا برای مردم میگیم. نگفتیم که من مجتهد هستم، نگفتیم عالم هستم، نگفتیم فقیه هستم. بسیاری برادرها شاید همینجا باشه که از پیش من سوال کرده، گفته استاد من فلان سوال فقهی دارم، گفتم برو از عابد صاحب پرسار کن، از من که عابد صاحب فقیه هست، از من که این استاد که قبل از من بود ای در فقه خوب میفهمه، از من که دکتر عیاض در فقه خوب میفهمه، از من که دیگه علما زیاد هستن که اونا کلشان در فقه میفهمه، من نمیفهمم. من تو من تحقیق میکنم، نتایج تحقیق خودم میگم. آ من یک عادت دارم که آی چی که برم ثابت شد که حق است، ز خوشحال کم زوره نیم چه بدار کم، باز من از کس نمیترسم که والا فلانی یک خفه میشه. وقتی که فهمیدم میگم اما تو آشکارا و نشش میکنم در کل دنیا، از این خاطر ای عادت دارم و این هم نه به خاطر ازی که من کدام کمال دارم، این به خاطر ازی که من از الله میترسم که تو جوان مسلمان در روز قیامت از یه خانم بگیری بگی که والا استاد چرا نگفتی؟ ما نمیفهمیدیم، ما نمیفهمیدیم که موسیقی شانزات حرام داره، تو میفهمید چرا خدا چوب گرفتی؟ ما دیپلماسی نمیکنم، دیپلماسی منافقت است، منافقت نمیکنم، گپ حق من برتون میگم. ای که باز خوش کس آمد یک منزله شاباد، خوشش نامد شانزه منزله شاباد، قبول کردی خانیت یک مرتبه آباد، قبول نکردی خانیت صد مرتبه آباد. من همی بار ملامتی خود در گردن تو میپردم که باز روز قیامت اگر باز آمدی باز من گفتی که کشکش کردم میبرد به خاطر موسیقی 400 نفر در عروسی دعوت کرده بودی و خانمت هم برهنه کرده بودی و بازورم در لب بحر روان کرده بودی، باز اینجا بر من بگی استاد چرا نگفتی؟ باز من برات میگم که نه برادر، در اینجا ولا تزیر و وازرتون وزر اخرى نیست، در اینجا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، ای مؤمنان شما خودتان و اعضای خانوادیتان از آتش دوزخ نجات بتین، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهد آدمی. او خوب بیچاره چی میکنه دیگه، حالا جوان است خلاص، مادر اولادم خب من امروز یک پارتیست، آه برو ولا تزیر و وزرتون وزر اخرى، برو پارتی برو، بازو میره باز یک نفر خارجی میه بر از این خانم میه که شور آی دانس ویت یو، آی من میشه که تو دانس بکنم، باز تو شوهر خود سرش نگه شرش میگه شور شور برو بفرمایین، یک روز گفت مفتم نه ترش ترش خدا میشرمه، شور چی خانمت از خجالت بکش، خجالت بکش، کلکم راین و کلکم مسئولن رایته، بازو سر میخه زکری دانس دانس میکنه، بازی قرار شیش چه دیگه تو چوکی چی میگه دیگه والا تازیرو وازیراتو مزرو اخرى، امی هست امی هست، پیغمبر امیره بر تو گفته، قرآن امیره بر تو گفته، از این خاطر یک آیت قرآن هم گرفته سر کل بی غیرتی ها و بی ایمانی ها و بی دینی های خود میخواهی که به یک آیت قرآن بپوشان. نه برادر، اگر تو قرآن هم میخواهی در قرآن آیات قرآن تو تجزیه نکو، قرآن بگی آیاتش احادیث بگی،
اول در باب مسئولیت بیا از علما پرسان بکو، بگه یا علما یک مرد در مقابل خانم خود چی مسئولیت داره، یک مرد در مقابل دختر خود چی مسئولیت داره، در مقابل همسر خود چی مسئولیت داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باره چی گفتن؟ اگه باز گفتن که والا کل علما گفتند که وای شو عالمی گپ نمیزنن. به هر صورت اینی گپا هست، من زیادتر هدفم سر ازی است که برادر عزیز، او کسایی که خوش است و سازنده هست و رقاصه هست و جوانیای خود کل شکت خواننده و سازنده تیر کرده، باز که پیر شد، باز که به نام موسیقی چی تصوفی و به نام موسیقی مچ مولانایی و به نام موسیقی مچ بوته فقیری و بوته نجاری و بوته چطورکایی او کارا را که میکنه او دلش است، او را برش میگه که تو بیغم باش، تو رایت تعیین کردی، مسلک تعیین است، رایت معلوم است، تو میفهمی کارت که تو کار نداریم. مگه پای ما غالبا بر او جوانای مسلمان واقعی هستند که امروز در دنیا انقلاب آوردن، متوجه او جوانای هستند که او جوانایی که واقعا میخوان دین بفهمند، او جوانایی هست که نه میخواد که برای دین خود قربان کنه، نه اینکه مثل بعضی کسا وارس سر دین تجارت کنه. او کسی که تو سر دین تجارت میکنی، تبلت هم در دین داخل میکنی و تنبور هم در دین داخل میکنی و رقص هم در دین داخل میکنی و بی حیایی هم در دین داخل میکنی و بی غیرتی هم در دین داخل میکنی و تعصب و تکبر تا کلش در دین داخل میکنی، تو رایت معلوم است که تو دین از پشت خود کش میکنی. ما که تزوا کار نداریم، ما در سایه ما اکثرا بر کی است؟ برای اوت مسلمانا، برای جوانا، به موسفیدا، به انسان هایی که معقولانه از سی نعمت الهی که اول حس است از حس خود کار میگیرن، دوم عقل است از عقل خود کار میگیرن، سوم وحی است از قرآن کار میگیرن، هر سه از یک جای کرده میخوان که به هدف برسن. اینی جوانای مسلمان سخنای ما غالبا بر از اینا هست. اکثر شانسن الحمدلله صبح هم تلفن میکنن، شام هم تلفن میکنن، در بین اقدر مثلا دوستا، در بین اقدر خوشبینا و اقدر مردم هایی که علاقه مند هستن و او یک نفر میخیزه که والله صاحب من الحمدلله در فلانی جای هدایت شدم، در اقدر قلب هایی که جای داریم دقات دقات اقدر شیرا، یک دانه روبا که تو رو خوش نداشته باشه، روبا که خوش تام داشته باشه که لغت بزنه، میگه تو چیستی که بیایی برای ما توصیف مرا کنی؟ اصلا اگه تو توصیف مرا کنی با این قواره و با این بیغیرتیت اصلا من خفه میشم. الحمدلله که تو دشمنم هستی، الحمدلله که تو در اینترنت مش میبرای سر من انتقاد میکنی و خودت باز میگی که دشمن الله و رسولش هستی. اما دشمن امام بخاری هست، امام بخاری را دشنا میده، دشمن امام ابو حنیفه است، او را دشنا میده، دشمن صحابه کرام است، او را دشنا میده. اگر ای کسی که دشمن کل از یاز دوست ما باشه، در حقیقت معتمن کدام مشکل داره؟ وقتی که دشمن از او بود، در اولش من خوش هستم که او دشمن ما باشه و بدبین ما باشه. خدا او زبان نتیجه که توصیف ما را بکنی، الهی دکام زبان بدهد که خوب بدگویی بکنی و مردم به اساس بدگویی تو انوز علاقه مندیشان به من زیاد شوه. به هر صورت برادرای عزیز، گفتیم که شیر وقتی که گپ میزنیم فکرتان باشه دشمن اسلام، اما مجرد که یک شیر زشت معرفی کردیم باز میگه اینه سعی کنین، اینه استادا را سعی کنین، شیر بد میگن. ما شیر بد نمیگیم. از اول در درس گفتم که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند شاعر داشت؟ سه شاعر داشت. سه ازنه؟ کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، حسان ابن ثابت. این سه تا شاعرای پیغمبر بودن که خود پیغمبر ما شاعرها را دوست داشت. لکن شاعر مؤمن نه این شاعرای بیدین و فاسق و فاجر. او شاعره داشت و از این خاطر گفتیم که در شعر کدام مشکل نیست و معرفی هم کردیم که بعض شعرها بسیار خوب است. مثلا یک شاعر میگه که مؤمنین به پا خیزید، جنگ کفر و ایمان است. شعر بسیار خوب است. والا این رکادم بشنم و من خودم که شنیدم چیز شدم، گریه گرفتم. لکن شعری که مثلا به نام سنگتراش رفته گذاشته خواندیم و خودتان دیدیم که در شعر سنگتراش اول توهین بسیار بزرگ به حضرت موسی علیه السلام است. توهین بسیار بزرگ به حضرت موسی علیه السلام است. دوم توهین و استهزا و هزل به ذات کبریای متعال است. و استهزا و هزل و بیتفاوتی و توهین الله و توهین پیغمبر مثل توهین انسانای عادی و رئیس. مر اگر دو ست دو بزنی گناهگار میشی، اما اگر یک بیادبی در مقابل پیغمبر بکنی ها؟ اینجا کفر است. و در شعر شما سل کردین دو هفته گذاشتان مخوانده میشه. ببینین
این شعر تمام محترای شعر کابل است. من از دیگه شعر گپ نمیزنم، از خود شعر کابل گپ میزنم. تو به شعر عقیده کنی کافر میشی. بسیاری کسا میگن نه گمش چیز نگوین، باز خفه میشن، باز قار میشن. خدا تو خفش بسازا که ده دیگ روان میکنه، ده چلاو صاف روی کنه که چلاوش هم صاف شد و ایج به ما نرسن. بشنو که بود سنگ تراشی به کوی تور. اینه دیگه خوب در قالب چی میگه؟ بسیار آمده شیرین که باز دیگران میگه بشنو که بود سنگ تراشی در کفر گریان میکنی. الله را ادب یاد بگی با الله، ادب با الله یاد بگیرید، گریان نکو. بشنو که بود سنگ تراشی به کوه تور، میکرد سنگ تراشی و میگفت یا غفور، برادرای عزیز ای گپ بفهمین، به خانهتان برسانین، عقیدتان جور بکنین. والا که عقیدت خراب باشه روز 10,000 رکات نماز بخوانی باطل است. و لئن اشرکت لیحبطن عملک. وقتی که شرک آوردی، بی ادبی به الله و پیغمبر کردی، اعمالت کلش از بین میره. بشنو که بود سنگ تراشی به کوه تور، میکرد سنگ تراشی و میگفت یا غفور، پنهان مشو ز چشم من زار ناصبور، دارم بدل ز شوق جمال تو صد سرور، عشق تو سر کشیده مرا بیقرار ساخت. آیا به عشق الله پیغمبر گفته که ما عاشق الله هستم؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک از پروردگارت از آنچه که او را توصیف میکنه. هیچ پیغمبر و صحابه و امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد ابن حنبل کبار شخصیت های اسلامی، هیچ کدامش کلمه عشق به الله و به پیغمبرش استعمال نکرده. استعمال کلمه عشق به الله و پیغمبر خودش بیادبی است. بیادبی است. همین الان مرکز بگه که استاد دایی عاشق من مرد گمش لوده کتید 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 عاشق چی؟ دای پس پیری مالبه ایم عاشق شم. خب وقتی که من بد میبرم تو بر پیغمبر استعمال میکنی، یعنی تو بر پیغمبر حرمت قرار میدی. باز العیاذ بالله، العیاذ بالله، باز این کلمات زشت به الله، به ذات ذوالجلال و اسماء الله توقیفی هست. چرا مشکل داریم ما در افغانستان برادر عزیز؟ مشکل ما این است که امیال از این مردمایی که عشق معشوق میگه برش بگو که اسماء الله توقیفی است. همین جمله رو شما پرسان کنید، اسماء الله توقیفی هست. اگر پرسانش کنی وات زمین گفت توقیفی، والله نمیفهمم. هی که نمیفهمی چرا تو در عقیده گپ میزنی؟ توقیفی علمای عقیده میگه که نام های الله توقیفی هست. مانایشی هست که آنچه در قرآن و آنچه که در احادیث صحیح آمده سر از او توقف کو. نه اجتهاد کرده میتونی، نه پیش رفته میتونی، نه کم کرده میتونی، نه زیاد کرده میتونی. وقتی که گفته که الله در حدیث آمده که 99 اسم است، این 99 اسم الله را از کجا پیدا کنیم؟ میگه از قرآن پیدا کن و از سنت صحیح حدیثی که علمای حدیث گفته باشه. بله در این حدیث صحیح الله گفته که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته. از حدیث صحیح و از قرآن حق نداره هیچ عالمی، نه من حق دارم نه کس دیگه حق داره که بر الله نام جدید را از دل خود اختراع بکنه. وقتی که اختراع کرده نمیتونیم، وقتی که امام ابو حنیفه امی احترام داشت در کتاب خود نشته نکرده که الله را عاشق و معشوق گفته باشه، تو چطور حنفی هستی؟ وقتی که صحابه ابو بکر صدیق و عمر فاروق جرأت نکردن، تو چطور جرأت میکنی؟ از کجا پیدا کردی؟ عقیدت از کی گرفتی؟ یعنی بیا بر ما بگو عقیدت از کی یاد گرفتی که تو برای الله کلمه عاشق استعمال میکنی، برای پیغمبر معشوق استعمال میکنی؟ اجازه هست که کلمه را استعمال کنیم؟ در کلمه عشق یک نوع چتلی هست. عاشقا اونو لیلا مجنون و دیوانا است. توی کلمات چتل امری در مقدسات داخل میکنی. خیما که گپ نزنیم در روز قیامت مسئول هستیم نیستیم؟ خب عشق تو سر کشیده مرا بیقرار ساخت. عشق کی منظورش است؟ استغفر الله، استغفر الله. ما نمیگیم والذین آمنوا اشد حبا لله. قرآن گفتن کسایی که مؤمن هستن محبت قوی دارن با کی؟ با الله. ببینید ما یک تفاوت براتون بگویم. تفاوت بین عشق و بین محبت چی هست؟ محبت غذای روح هست، روح هست. مثلا خودت محبت داری با مادرت، محبت داری با پدرت. رفتی مثلا در بازار،
500 مادر هم اونجا مادرها استاد هستن. مادری تو یک کمپیرک روش هم چملک مثلا ضعیف شاید یک مشکل داره یک دست شام فلج اما تو هفتادگی هست ولیکن اونجا میره که یک مادر دیگه هست مادر امریکایی خوب اما تو کماش که بمبم واره خودم آیا مادر خود خوش میکنی یا اون مادره؟ ها؟ آفرین چون غذای روح هست معنویت هست اونم مادر کپ و کپ و ضعیف و مریض خود خوش داری؟ و مادر کسی دیگه خانه‌ت نمیری خوش ندی. پس محبت به روح تعلق داره. به پدرها بگویم. من یه روز رفتم در پیش از مکتب تیر میشدم مکتب که بچه هکم هست. بچه من لاغر، ضعیف، نحیف، خورترک. دیدم که بچه های دیگه خوب پیسدار، چاق چاق کرده کرده. من دیگه چشمم سیل داره کم بچه هکم من کجاست؟ سیسته؟ میگه زاغ ها گفتن که زاغ لالا گفه. زاغ جان گفت گفت برو بهترین و زیباترین طفل دنیا را بیار رفت همون چوچه ها که سیاهای بعد قواره خدا را گفت اینمی بهترین است قیام الدین تمام روز از انس خود برای ما گپ میزنن انس ها که مطر است انس ها چرا پدر است محبت قلبی داره معنویت داره اگر 10,000 اولادای ما لکس لکس پیشونیش باشه بازم در اون فکر بچه ها که خود است اینی را میگن محبت کی به روح تعلق میگیره ما و تو رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیدیم دیدیم نیدیم لیکن وقتی که نام محمد یاد میشه اشکای چشم ما میریز یا نمیریزه صلی الله علیه و در قلب ما جای داره یا نداره خب جزاک الله این میگن محبت اما عشق چی هست عشق ما در پوانتون هستیم همین بچه هایی که امروز عاشق شدن می همین گفت ساد والا ما عاشق هستم سرگی عاشق والا سلف این دختر عاشق هست شش ماه بعد باز از این دختر که یک دختر مقبول تر دید با چی میشن؟ سر از او عاشق میشن از این خاطر کسایی که عاشق هستن ببین غذای روح معنویت است غذای نفس مادیت است همه شاعرای فاسقی که غذای نفس تر میتر همیشه در عشق از چشم زیبا و از گردن سرایی و از بینی مچم بلند و از قد شترکای گپ میزنه نمیزنه پس غذای عشق مادیت است نه معنویت غذای روح معنویت است وقتی که تو محبت با مادر داری او غذای روح است ولو که مردم که باید بگه که مادر بازم در قلبت یک چیز میگه اما مادرت به یادت میه اما عشق است از این خاطر در قرآن محبت استعمال شده نه عشق این گپ سر موسیقی و سر قرآن است موسیقی غذای نفس است بسیاری کسا از غذای روح و نفس هست نفهمه موسیقی غذای چی است؟ غذای نفس است چون نفس مادیت هم میخواه زیاد در موسیقی چی هست؟ تبله هست دول هست فلانی است. از این خاطر یگان آدمک های پیر و زهیر و ریش سفید و خالگه که کونه پیر و بابگه که ببینی که در یگان ساز شروع میشه شانهایش میرخصه چرا نفسش چی کرد؟ حرکت آمد سیزنی؟ اما قرآن غذای چی هست؟ روح هست الا به ذکر الله تطمئن القلوب وقتی که قرآن خوانده میشه خیز میزنی یا آرام شده میری آرام میشی نمیشی پس وقتی که روح آرام شد جسد چی میشه آرام میشه از این خاطر انگلیسا آمدن برای ما غذای روح هست از این خاطر کسایی که گپای انگلیسا را میرن که موسیقی غذای روح هست موسیقی غذای روح نیست موسیقی غذای نفس است از این خاطر در موسیقی دول است مادی طبله مادی اکاردین مادی تنبور مادی کاکاکا مادی دخترها را که میارن مادی پسران برهنه روی که میارن مادی کلش چیزای مادیت اما در محبت مادیت معنویت است وقتی که ذکر میکنی میگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر با معنایش میگی و عظمت الله در قلب تو جای میشه الا بذکر الله تطمئن القلوب یک قاری چه قرآن شریف هم میخونه کلی آرام میشه آرام میشه از این خاطر برادرای عزیز استخدام کلمه عشق به مقدسات بیادبی هست برای مقدسات استخدام کلمه عاشق و معشوق به ذات ذوالجلال خودش بیادبی هست در مقابل نام هایی که الله بر خود اختیار کرد الله نام های خدا گفته هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر پس این نام های الله اما ای که تو به نام مسلمان ای کار میکنی
ای گپا را از یهودا انتقال کردن، ای را از اسرائیلیات گرفتن. ای قصه ها قصه های نیست که در قرآن و سنت باشه. ببینن در وقتی که قصه ها را میگه وقتی که قصه های قرآن گفته میشه باز میگه تلک من انباء الغیب، قصه های پیغمبر را بر پیغمبر وقتی که میگه این قصه را ما بر تو میگه نحن نقص علیک احسن القصص، باز میگه قرآن عظیم شان این قصه های پیغمبر را چی میگه؟ میگه این اخبار غیبی هست. پس اینال این کسایی که قصه ها را از خود جور کردن و در قرآن وجود نداره و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وجود نداره و در کتاب های تفسیر صحیح وجود نداره و این از اسرائیلیات و یهود و نصارا گرفتن، در غیب مداخله هست یا نیست؟ و از نگاه عقیده یک نفر وقتی که در غیب گپ میزنه این مسلمان است، بفرمای بر من یک عالم دین پیدا کن، یک عالم نه تو انسانی که میخیزه مثلا خودش نجار است یا گلکار است یا مثلا یک پیشه دیگه داره و دگروال است، او بیای بر ما بگه که از قرآن گپ بزنه. یک عالمی که در قرآن و سنت تخصص داشته باشه، برو از دکتر صاحب عبدالباری مثلا در چهارراه شیرپور برو پرسان کو، بگو دکتر صاحب آیا قصه سنگتراش در قرآن و سنت است؟ میگه معاذ الله نیست. برو از دکتر صاحب عبدالقدوس که دکترا داره در تفسیر قرآن، پرسانش که بگم این قصه را تو تایید میکنی؟ میگه معاذ الله. پس علمای متخصص این قصه را تایید نمیکنن. بفرمایید از او پرسان کنید. خب عشق تو سرکشیده مرا بیقرار ساخت، یعنی خودش بیادبی هست در مقابل باز اینال از این قصه چی جور میکنن؟ اینال یا میخواین که چی کنن؟ باید که والله هرچی به الله گفتی، هرچی گفتی چون دل تو پاک است گفته برو، و این مخالف قرآن و حدیث است. اینجا برش میگه که بحر تو خوب خانه سنگی کنم تیار، از نان و گوشت پخته کنم دیگه ها هزار. برای کی میگه این گفه؟ آیا جایز است؟ یعنی جایز است از نگاه عقیده اسلامی؟ این میگه نه، خوش شعر است دیگه، جایز است. اونو بیچاره گفت باز پس ملامتی نیست، ملامت باز موسی علیه السلام میکشه. وقتی موسی آمده برش موسی علیه السلام برش گفته که کار نکن، اصلا این قصه دروغ است، در زمان موسی علیه السلام این صورت نگرفتن. اینا باز چی میگه؟ گرمی اگر شود زنمت پکه به شمار. خوب گوش بگیرین، خوب ایمان ما مردم افغانستان خوب ببینید. باز چیزی که میگیم باز میگه والله پیش از شما ملا نبود، پیش از شما کس نمیفهمید، خلبت نمیفهمید، یا قرآن نمیفهمید یا شعر نمیفهمید. او که شاعر است از قرآن بیخبر است. او که قرآن نمیفهمه گمش روز گوز گوز کتاب های شعر وقت من زایی نکن، اما ما هر دوش خوانده میریم. خب میگه گرمی اگر شود زنمت پکه به شمار، سردی اگر شود کنم آتش هزار بار. ماشاءالله این عقیده یادش بتی، یادش بتی، عقیده را یاد میگیرن. خب دیگه بگو شعر لالا. میگفت این حکایت و چشمش غبار کرد، واه واه آن سنگ تراش چل شب و چل روز کار کرد. سیز نی القصه تا که خانه سنگی تیار کرد، چه خوب جور کردن، بی وزن بی قافیه، بالشت هاز سنگ به دو جانب قطار کرد، بار خدا مقصدش بحر خدا زگه چو صفه زد و پایدار کرد، قصری به شوق خیش به نقش و نگار ساخت. جور کرد دیگه چیزا را. و این دیگه چی است؟ آدم است که به اصطلاح خودشان عاشق العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله. خواه از سنگ ساخت کوزه و همکاسه بحر او، در را گشوده ماند بیرون شد به استراب، آورد گوزفند زهر میوه به حساب. این سنگ تراش صاحب دیگه سم بزنسمن هست دیگه، ها در میمانی خود چی میره؟ گوزفند میره، هر قسم میوه صاحب از مارکت شارنو دیگه صاحب رفته اونجا خوب میوه های خوب لکسم تا پخته کرد نان و پلو و گوشت هم کباب. صحیح نه؟ خب پیش بریم بانک جناب عالی چی میخوای برای ما بگه؟ از هر طعام بحر خدا خوشگوار ساخت. درست است، تر با خدا به ذات ذوالجلال همه تو گپاره نسبت داده تعالی شأنه عما یصفون. خب گفتا که یارب این در و دروازه باز کن، مهمان من شو و مرا سرفراز کن. این گفت و رفت گوشگه که اختیار کرد، این دیگه کارا را کرد بازی رفت. خب وقتی که نالی شعر میخوانه
باز دیگه اینا دیگه مجبور است دیگه که در پایه خود یک قسم چیزا را میپرن، حلقه را میپرتن، با چهار نفر در یک تاکسی میشینه و باز چهار سال میره. ما فقیرا هستیم، ما عاشقا هستیم. این فقیرایی که قدر 20,000 فقیر در اینجا پیدا شده، لندغه و دانش آموزش شمشیر را پر کرده، خزینه می شیراز دیگه. این شعر برای زدگی تو فکر میده که یعنی اصل نیست، تو هستی. این استادا که هست و یا کسی یا بیچارا نه چیزه میفهمن و نه عاشق هستن و نه فلان هستن و نه مزید عشق میفهمن، اصلا تو هستی. خب به نام دوستی در شام دادن هستی کدش الله حیاز بله. خب رفت در گوششش، ناگاه سکر این آلبی ادبی در مقابل پیغمبر خدا را. ناگه رسید حضرت موسی ز سوی دشت، از پیش روی خانه سنگی همه گذشت. موسی علیه السلام تهش دید کجا خانگه که سنگی هست. آن کوزه ها و کاسه سنگی به هم شکست. خب یک عمیق شعر بخوان برای یک یهودی، عمیق شعر بخوان برای یک کافر، میگن پیغمبر شما، این پیغمبر الله که پیغمبر اول العزم بود، چی حق داشت که خانه یک نفر خراب بکنه؟ یعنی مثلا مرا دیدی مدام ایران تیر میشیم یک کوچی یک خیمه زدم، من رفتم همین خیمه ازیر همین چوب شکرتم شورک دادم و دادم همین خیمه همیشه اون سو انداختم. یک کس میبرم برای من میگه خب آیا تو با این لنگی و با این قواره این کار بیهوده را چرا میکنی؟ نمیگین؟ چرا او غریبی به چاره راش تو کاش داری میدان ماندی؟ چرا او ظرفایش شکستاندی؟ میگه نمیگن؟ آیا این کار بیهوده را به پیغمبر نسبت دادن آیا جایز است؟ و پیغمبری که به نام پیغمبر اولو العزم است، و پیغمبری که وکلم الله موسی تکلیما، الله کتش گب زده، و پیغمبری که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله موسی علیه السلام، بخون قرآن. و تو باز میخیزی برای یک کار بیهوده را نسبت میدی به نام دین، به نام عقیده، بنام اینکه من مسلمان هستم، کو مسلمانی ما تو. خب بیان که جناب عالی برای ما دیگه چی میگم. ناگه رسید حضرت موسی از سوی دشت، از پیش روی خانه سنگی همه گذشت. آن کوزه ها و کاسه سنگی به هم شکست، از دیده اش نهان شد و در گوشه نشست. این کار کرد آل قرار در جای شیشتک باشی چی میکنن؟ آیا ای آزار دادن نیست؟ ها؟ آیا نسبت یک کار زشت برای پیغمبر نیست؟ این قصه های اسرائیلیات است که یهودی ها خواستن پیغمبرها را توهین بکنن، تحقیر بکنن، پیغمبرها را در نظر مردم ضعیف جلوه بدن، به شخصیت جلوه بدن، این قصه ها را ساختن. و اما شما اینجا تمام روزی را زمزمه کردن. والله کسایی که این قصه را مشنوه و میفهمه و خدا چوب میگیره گردنش بسته است. در روز قیامت موسی علیه السلام از یخنش میگیره که تو به کل پیغمبر لا نفرق بین احد من رسله. قرآن چی میگه؟ به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم احترام داریم نداریم؟ داریم نداریم؟ خب آیا وقتی که آیت قرآن میگه لا نفرق بین احد من رسول، ما با هیچ پیغمبرا تفرقه؟ کلش ایمان داریم، کلشان شخصیت های پاک بودن، کلشان صاحب مقام بودن، کلشان معصوم بودن. لا نفرق بین احد من رسول، اما قدر محبتی که ما با محمد صلی الله علیه و سلم داریم، اما قدر محبت و احترام به حضرت موسی علیه السلام داریم، اما قدر محبت و احترام به عیسی علیه السلام داریم، اما قدر محبت و احترام به کل پیغمبرا داریم. آیا اجازه میدی که این کار به پیغمبر تو حضرت محمد هم کس نسبت بده؟ چرا به حضرت موسی علیه السلام نسبت میتیم؟ خیلی فرق ما با فرق بین یهود چی شد که اونا پیغمبر خدا توصیف میکنن، پیغمبر ما را دشنام میده؟ خب اینا برای ما هم راه را جور کردن. خب آن سنگتراش گفت که شد مدعای من در خانه آمد، خانه ام در آمده باشد خدای من. بازی دیگه صاحب میایه و باز شیر دوام دار از گمت کلان است که کلش هم تو مهمش برات میخوام. ساده دل به خانه خود کرد چون نظر، بشکسته دید کوزه و هم کاسه سر به سر، از دیده خون چکید کشید آه از جگر، میگفت زار زار که ای خالق بشر، این کرده ای تو در دل ریشم غبار ساخت. اینا ای بندازی نشان میده که موسی علیه السلام دل از این نفر عین از خالق چی کرد؟ سبحان الله. آیا اجازه هست پیغمبری که آمده که مثلا احکام الله را، صفات الله را، توحید الله را بر مردم برسانه و این دل از این قسم کنه چی کرد؟ او هم به خاطر از اینکه ظرفایش شکستان،
آیا درست است نسبت دادن این گپ برای پیغمبر و این قسم تهمت کردن سر یک پیغمبر الله؟ خب گفتا که ای خدا، تو چرا زود رفته ای؟ مهمانی هم نخورده امانت گذشته ای؟ این کوزه ها و کاسه سنگی شکسته ای؟ آره سنگ تراش این گپا را به کی میگن؟ که کوزه و کاسه مرا علیاذ بالله الله شکستانده. خب سعی کنید عقیده تان را جور کنید، والله عقیده تان را جور کنید، باور بگو که عقیده جور باشه. سعیز نه دو رکات نماز بخونی به اندازه 2000 رکات برات ثواب داده میشه. عقیدت خراب بود تمام روز بشیزای بخوان 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 بخوان، وقتی عقیده یکت خراب بود وقت دور پیارزش داشته باشه. خب این کوزه ها و کاسه سنگی شکسته ای از حد زیاده خاطر ما را تو خسته ای، می کرد گریه ناله خود را هزار ساخت. موساز کنج خانه چو آواز او شنید، زاری و گریه کردن و بیتابی اش بدید. از گوشه اش نهان شد تا پیش او رسید، دیدش که خون زدیده و رویش همی چکید. لب برگشود پند و نصیحت به کار ساخت. آل دیگه میگه موسی علیه السلام علیه بالله او کارا را کرد، آل آمده نصیحت هم بعد از او میکنه. مثل که تو حالا دعوتگر هستی، اول میری خوب یک نفر یک چند بکس کلا کلش میزنی بازی دعوتش شروع میگه. خب موسی بگفت که این همه کارت ثواب نیست، ای بی خبر بدان که خدا خورد و خواب نیست، گویاست. الحیاذ بالله این گپ دیگرم به حضرت موسی هستم نشان داد که گویاست بی زبان، گویاست بی زبان، سوال و جواب نیست. خب والله و علم دیگه این خدمت تو پیش خداوند حساب نیست. با قدرتش نگر که چی لیل و نهار ساخت. آن سنگ تراش سعی کرد که موسی سعی نصیحت کرد ایواز که خوش شد و سعی کرد دیگه چی میشه. آن سنگ تراش زین سخه آشفته حال گشت، پیشانی هش گریزد و خاطر ملال گشت، نومید کارخانه باری تعال گشت. یعنی موسی سعی کرد دعوت کرد بیخی از چیز نومیدش، بیخی از دینی رو چیزا. خب این عزت موسی علیه السلام است یا بی عزتی؟ خب گاهی به حال آمد و گاهی به حال گشت، موسی به کوه تور قدم را گذار ساخت. آل دیگه میخواه که بگه که امی سنگ تراش، امی کفرگویی، امی بیدینی، امی کارایی که کرد، امی که به خداوند چیزا رو نسبت داد، ای بسیار خوب گپایی زد که از او خدا راضی است. یعنی ما که بوغه میکنیم، ما که چرس میکشیم، ما که صاحب تمام روز پیغمبر دشنام میتیم، ما که در جماعت نمیریم، ما که نماز نمیخوانیم، عاشق هستیم، از ما کلش چی هسته؟ خوب است. اما این کسایی که گپای موسی علیه السلام و گپای پیغمبر را میگه یا بد هستن، مفهوم شعری نمی چیزا میرسن. خب موسی به کوه تور قدم را گذار ساخت. این حال موسی علیه السلام پیغمبر العظم با چی صفاتی حالا میخواه که ای کاری کرده که حالا سیکو از عرش خطاب شد که چی دستور کرده ای؟ آن بنده را از خدمت ما دور کرده ای؟ بنشسته سر به زانو مخمور کرده ای، از حد زیاده خسته و رنجور کرده ای، 40 روز و شب خانه سنگی تیار ساخت. پیوسته بود روز و شب اندر خیال ما، مشتاق و اشتیاق به حسن و جمال ما، مشغول هست و بود به شوق وصال ما، کار دیگر نداشت به جز قیل و قال ما، در عمر خیش ورد خود این کار ساخت. خب ای تمام راست، یعنی مانای شی است که این مردکه تمام روز در عبادت ما بود و بسیار خوب گپا میزد و تو ناقیر خفه ساختی و اون دعا که در که پیش بگوان هم اگر چی میگه خیر از خوب میکنن در عشق ما هستن دیگه. نصرانی هم کدام مشکل نداره، یهود هم کدام مشکل نداره، مشرک هم کدام مشکل نداره، هیچ کس باید غرض نگیریم. آن بنده را نبود به ما عشق سرسری، اینه العیاذ بالله ای تومت سر الله که کلمه عشق برش نسبت دادن. آن بنده را نبود به ما عشق سرسری، زودتر برو بکن تو دل آسا و دلبری. برش بگو خیر از هندو جان، خب که دیگه هرچی گفتی، مشرک جان خب که دیگه گفتی، ابو جهل جان تو ناق چی شدی سیزه؟ یعنی هیچ خیر از هرچی که گفتی، هرچی که ددانت آمد گفته برو خیر است. خوشنود اگر نشد، خوشنود اگر نشد، سعی کنین خوشنود اگر نشد کشمت از پیغمبری. آن بنده را نبود به ما عشق سرسری، زودتر برو بکن تو دلاسا و دلبری، خوشنود اگر نشد کشمت از پیغمبری، گویا سلام من
تو به آن بنده میبری. برای موسی علیه السلام میگه تو میبری و سلام میبری و اگر او را خوشنود نساختی امی آدم که همی چیزها را میگفت تو را حت از چی میکشم؟ از پیغمبری میکشم. یعنی قرآنی که در لوح محفوظ است نه اینجا نوشته است که موسی علیه السلام پیغمبر است کلش از چی میکنم؟ از سر کلش چی میتونم؟ یه قرآن تبدیل میکنم، یه کتاب تبدیل میکنم، یه تلکر رسول فضل را تقدیل میکنم. کلم الله موسی تکلیما که قرآن قبل از خلقت بشریت در لوح محفوظ است نیست؟ عقیده داره ما تونه. یعنی این را چی میکنه؟ اگر این نفر ام یک آدمه که این قسمی اگر این خفه شد دیگه کل قرآن باید چی کنه؟ تغییر کنه. موسی علیه السلام هم از پیغمبر علیه عزب الله منفک شد. خوب سریش شعر گپ بزنید. موسی از سوز سینه چو آتش هزار ساخت. موسی دویده آمده به سوی سنگ تراش. پیغمبر دیگه یه چیز نیست، کل بچه فلم و لکس که هست که هست سنگ تراش هست. سنگ تراش هست که کتی سنگ تراش هست که راضی شدن ازی پیغمبر هم پیغمبری خود حفظ میکنه و علیه عزب الله کل چیست. موسی دویده آمده به سوی سنگ تراش گفتا که هست خدا از تو راضی شاد باش. خب که دیگه هرچی که گفتی مهمان شود خدا این دم غمین مباش، مهمانت میشه. اسباب خود درست کن و باش در تلاش. آن بنده را به خدمت پروردگار ساخت. آن سنگ تراش سکتگال بچه فلم آن سنگ تراش چو ز خبر خوش مجاز شد. شاعر چیز ریاد نداره یه وقت که بگه خوش مزاج شد باز رو چی گفته؟ خوش مجاز شد. والله علم که خودش اشتباه کرده یا می کسایی که میخوانن. آن سنگ تراشون ز خبر خوشمجاز شد. موسی نبی به پیش خدا سرفراز شد. یعنی علی عزب الله سرفراز قبلا در کوه تور رفت به عرض و نیاز شد. این شاعر نگر که چیسان سرفراز شد. این شاعر از دیگه چه خوب چی شده؟ در غضب خدا گرفتار شده. از این گذشته برادر عزیز وقت کم است. در افغانستان یک مشکل دیگه ما داریم که در قسمت مولانای روم یا مثنوی که است دیگه هم زیاد مردم افراز و تفرید میکنن. بعضی کسا مثنوی رو بیخی اوسو میپرتن و بعضی های دیگه باز چی میه که مثنوی رو قرآن جور میکنن و خود من چی گویم وصف آن عالی جناب. ما خرد بودیم نمیفهمیدیم، ادبیات میخواندیم، باز برام استاد درس میداد که مثنوی که است قرآن است به زبان فارسی. من چی گویم وصف آن عالی جناب؟ نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن بر زبان پهلوی. تیزنی؟ یعنی این کتاب بعضی کسا اینقدر افراد کرده که ایره چی ساختن؟ قرآن ساختن. نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. خب به هر صورت بیاین که آل سر مولانا سر بریم و ببینیم که بعضی کسایی که افراد میکنن و بعضی ها تفرید میکنن. من میگم نظر وسط این خوب است. اشعارش با بسیار دقت میخوانیم، کسایی که ادبیات میفهمن اول عقیده را خوب میفهمیم، اول عقیده باید بخوانیم. بعض اشعار میخوانیم، بعض شعرهایش خوب هم داره، مثل که دو هفته قبلی من براتون خواندم که از خدا خواهیم توفیق ادب، به ادب محروم شد از فضل رب. این شعرهایش بعضش خوبش است، لکن بعضی از مشکلاتی که در مثنوی هست بسیار خطرناک است. و امی شعر هم که کاکای سنگ تراش پیدا کرده ایره قصه از قصه چوپانی که در مثنوی هست استنباط کرده. اگر در مثنوی باز بیاییم و از تکبر و از عناد و از غرور و از اینکه ما مثنوی خان هستیم و ما ایره ترجیح بیتیم از این گپا بگذاریم، کسایی که مثنوی را قرآن فکر میکنن و کسایی که مثنوی را میگن که هیچ مشکل ندارن و میگه که منتظر از امیه از کال برمه چند تا دشنام بته و قار شون به طرف شما سلام، شما قرار کارکتان را بکنید که از شما کس غرض ندارن. ما گپ ما برای جوانای مسلمان هستن که میخواین که عقیده درست داشته باشن. نه تعصب داریم، نه تکبر داریم، نه کس را از قدر عزتش میکاهیم و نه هم او را بر خود پیغمبر میسازیم. میگیم که مولانای روم یک شخصی بوده، بیست تا دکترا نداشته که هم فقیه بوده و هم محدث بوده و هم مفسر بوده. شاید در مسائل فقه اسلامی هم میفهمیده، لکن بعضی مشکلات در کتابش هست که این مشکلات باید گفته شود و این باید تحقیق شود. جناب مولانای روم
علامه جلال الدین بلخی ای صاحب چی میگن؟ میگه دید موسی یک شبان را برا که همه گفت ای خدا و ای اله. سعی کنید ای از مثنوی است، خودتان خوب ادبیات میفهمین، شعر میفهمین، ببینید که آیا شعر وقتی که ما میگیم، وقتی که یک چیز را به الله نسبت میتیم، آیا برای الله وقتی گفته که فلا تدریبو، اونجا آیت قرآن است، چی میگه؟ فلا تدریبو لله الامثال. باز این ما برتان چیزایش پسان برتان میگم. خب آره، ببین که شعر از این اول بخونیم، با سر شعرش میایم از نگاه عقیده، نه از نگاه من شاعر نیستم، من ادیب نیستم، من اونقدر ادبیات نمیفهمم. من به این اعتراف دارم که مولانا از نگاه شاعری و از نگاه ادبیات و از چیز خود نابغه بوده. ما از نگاه شاعری کتش هیچ کار نداریم، تسلیمش هستیم، شاگردش، نه شاگرد 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 شاگردش هستیم. صحیح، ما کتش غرض نداریم، نه شاعر هستیم که از نگاه شاعری رو تحقیق بکنیم، نه ادیب هستیم که از نگاه ادبیات رو چیز کنیم. ما میخواهیم که از نگاه عقیده ببینیم که بسیاری کس ها امروز فعلا کتاب مثنوی را اگر کتاب شعر می بود و به حساب شعر میخوان میفتیم دلت، اما از مثنوی و از اشعار عقیده خود میگیره. میگیره نمیگیره مردم؟ میگیره. بین بخونیم که آیا از نگاه عقیدتی ما میتونیم همین قسم یک خطاب چیز داشته باشیم. میگه دید موسی یک شبان را برا. این حالا باز قضاوت بکنیم که او قصه سنگتراش از او دیگه راست است یا قصه چوپانه از این دیگه. دیگه روز همین سنگتراش او چوپان ساخت و سنگتراش هم دیگه روز بازیگر گلکار میسازش. بازیگر میگه دید گلکاری، بازیگر روز یک دگروال میگه دید دگروال. بازیگر نمیده هر کس مطابق هم مسلک خود بازی شیره جور کرده میره. این همی هست تحریف و دروغ و قصه های دروغی است. خب دید موسی یک شبان را برا که همه گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. دیگه من نفهم چارق چرا میگه، این کدام کلمه ترکیست یا کلمه کجایی است که خب به هر صورت شانه سرت چی کنم؟ شانه کنم، شانه کنم سرت. خب جامعت شویم شپشهایت کشم. نه خیلی نگوی خو مردم، امیال دمون منطقه تو بنام بیدل شناسی و بنام مولانا شناسی ده ها هزار مجلس نیست؟ خود چطور کنی؟ این حال خوب بفهم که باز روزی که سبا روزی وقتی ما میگیم باز کلگی میگه که حالا لسا دایی متعصب متکبر سیز نی؟ خب بفهم که بفهم ما بفهم ببین تو خودت قضاوت کن، مجبور هستیم و حکایت الکفر لیس به کفر، حکایت از کفر میکنیم تا مردم از اینمی چیزا فشو از اگر نیست بکشین بیارین هر کس مولانا خان است یک روز دعوتش کنین به همین شعر بر ما تشریح کنه و هم مطابق عقیده جورش کنم و تسلیم است. دعوتشان کنین بیارین بفرمایین همیجه یک روز من این نوبت درس خدا برازم میتم بیای مهربانی بکنه بیا اینجا خلاص نه بشینه و امیر بر ما تشریح کنه. والله مثنوی که در بازار فروخته میشه و کسایی که مثنوی خان است و ایره مثلا آوردن، من میاله دیدم چند تا شرح مثنوی رو هم خانم که دم کتاب چیزایشان است و کتاب مثنوی که هست اینمی هست دیگه. اگر نیست درست است نه؟ اگر احیان امی شعر نیست غلط است، دروغ آوردن در کتاب مولانا داخل کرده، لطفا از امی کسایی که علاقمند مولانا هستن و در مکتب مولانا هستن بیاین برای مردم بگوین سیز نه؟ بگوین که استاد تو غلط کردی، اهلا و سهلا من غلط کردم، والله اگر من غلط کرده باشم و امیر مولانا نگفته باشه و سر مولانا تومت شده باشه والله بسیار خوشحال میشم. بگوین ای صاحب امی مثنوی کتابی که پیش تو هست و یا امی چیزی که دمیجه پیش شما چاپ شده هست و فعلا این شرحهایی که هست تیک ای شعر در بینش هست، امیر کل شبیه بگوین که این دروغ است، این کتاب مولانا نیست، مولانا از این بیزار است و ما کسایی که مولانا را دوست داریم از این شعرها بیزار هستیم، این شعرها کفری هست، بی‌دینی هست، این او سپرتین اهلا سهل. یعنی ما چی میگم؟ ما میگم ما هیچ مشکل شخصی با شخصیت مولانا نداریم، الله ببخشش حال فوت سیست نکته مولانا صاحب کدام مشکل داریم نه کدام جنجال داریم. مشکل ما ای است که اینمی شعر به نام شعر مولانا در بین کتاب مثنوی مولانای روم در بازارها فروخته میشه و این شعر در بین مردم است سیست و به میلیون ها انسان علاقمند و طرفدار مولانا
هست و سال به سال محفل مولانا تجلیل میشه و شب تا به صبح مردم در این محفل اشتراک میکنن. صحیح نه؟ پس اینجا میایم سر از این گپ میزنیم. ما مشکل ما که مولانا نیست. من میگم اینم شعر شعری است که به ذات ذوالجلال بی ادبی است. انال اینمی توهین هر کسی کرده اشتباه کرده. اگر شخص مولانا کرده است واقعا شعرش از ثابت است، الله عفش کنه ببخشش، اشتباه کرده. و بر دیگران میگیم که شما امی اشتباه را تکرار نکنین و عقیده تان این قسم نکنین که با این عقیده از دایره ایمان خارج میشین. با این عقیده از دایره ایمان خارج میشیم. اگر کدام مولانا شناس، متخصص، ماستر است، دکتر است، پروفسور است، شاعر است و بر ما میگه که نه خیر استاد، اینمی ابیاتی که هست در کتاب مولانا نیست، این در کتاب مولانا دشمناش داخل کرده، ما هم تاییدش میکنیم، 100% خوب است، مولانا صاحب از میگه پاک شده. بر ما بیاره سندش، این برادر میگه در چاپ 1344 پیش ما بوده، پیش است. خلاص، چی کنیم میشه؟ ما چی کنیم؟ وقتی که کتاب است، مثنوی است، اگر نیست کسی که میگه اگر کس میگه است، ترجمه و تفسیرش میکنه، اهلا و سهلا بیا بر ما شرح کنه. ما خود نفهمیدیم. صحیح خوب است. ما اینا گفتم که اینا بعد از ما گپ شما را از نگاه عقیدتی سر زمین شعر نقد خدا میکنم. یکی بازی نسبتش به مولانا هست یا نیست یا غلط است یا درست است، هر کسی که می شعر را گفته، اگر مولانا نگفته یک شاعر دیگه خود گفته. خب بین یک شعر یک دفعه بخوانیم باز میشه سرش تبصرهای خود پسان بکنیم. خب تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. یعنی اگه وقت خواب شد باز من بسترگک ده برد چی کنم؟ ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من، این نمت بیهوده می گفت آن شبان، گفت موسا با کی است این ای فلان. خب ای طبعا قصه میکنه شاعر از امی گپای کیره؟ گپای چوپانه. یعنی باز هم میگه قصه کرد، اگر اینال سرزی اتو یک تعلیق بکنه یا تبصره بکنه که چوپان به عقل بود، غلط کرد و برشی است. حالا میخوای برش بگه که نه، این چوپان با این کاری که میکرد، ببینیم که ایره آیا شاعر تایید میکنه یا رد میکنه. خب این خود قصه بود، قصه خوانیم، ما شعر خوانیم، ما قصه کرد. این نمد بیهوده میگفت آن شبان، گفت موسا با کی است این ای فلان. این جنرال شبان برش موسا علیه السلام میگه و برش میگه که با کی هستی؟ گفت با آن کس که ما را آفرید. چوپان بر موسا علیه السلام میگه که من این گپا را برای کی میگم؟ برای کسی که ما را آفریده. این زمین و چرخ از او آمد پدید، گفت موسا های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. خوب گپ است. موسی علیه السلام گفت که تو کار خوب نکردی. ای گپا تعالی شأنه اما یصفون، سبحان ربک رب العزت اما یصفون، ای الله سبحانه و تعالی روی قسم چیز نمیگن. این چی شارژ است و چی کفر است و فشار، پنبه اندر دهان خود فشار. موسی علیه السلام گفت که در دانه تک بختره بان، از این گپای بیهوده کده نزن گپ. خب اگر امی دوام بکنه و شاعران به گپای موسی علیه السلام تایید بکنه هیچ مشکل نداره، لیکن مشکلی است که شاعر صاحب او گپای از رو هم زد، گپای رو زد، اینال بازمه موسی علیه السلام هم ببینیم چی میگه، گپای کدام شتایید میکنه. خب گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، چارق و پاتابه لایق مرتو راست، آفتاب را چون اینها کی رواست، گر نبندیز این سخن تو حلق را، آتش آیت بسوزد خلق را، آتش گر نامد است این دود چیست، جان سیاه گشته روان مردود چیست، گر همی دانی که یزدان داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است، دوستی بیخرد خود دشمنی است. یعنی گپای موسی علیه السلام است که بر از این میگه که دوستی انسان بیخرد خود چی است؟ دشمنی است. حق تعالی زین چون این خدمت غنی است. خب این مثال ها دیگه بسیار هم تو طول میکشم، من در کتاب مولانا سوبکی مطالعه میکردم، میخوانم، بسیار شعر طویل است و چندین چیز گرفته، باز ما خلاصه خوش شدم. اناله پس اناله امی چوپان بعد در جواب موسی علیه السلام میگه گفت ای موسی دهانم دوختی، وز پشیمانی تو جانم سوختی، جامه را بدرید و آه کرد تف،
سر نهاد اندر بیابانی و رفت. یعنی مانای از گپی است که این نفر از گپای موسی علیه السلام بسیار جگر خون شد و گفت دل مرا سوختاندی و گپ مرا خراب کردی و خیز جواب ما میخواد گرفت از میدان رفت. اینال باز همون کسی که این کتاب صبح ممی خواندم باز در عنوانش شکره اعتاب کردن حق تعالی با موسی علیه السلام از بحر آن شبان. آله الله موسی علیه السلام چی میکنه؟ اعتاب وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را ز ما کردی جدا. یعنی اینجا کی معلومات کرد؟ پیغمبر اولوالعزم. ای عالی گپا را که بر ما میگه خیر است، کاش که بر ما بگه. بر موسی علیه السلام میگه که تو برای وصل کردن آمدی، تو اومد سر الله که الله بر موسی علیه السلام تو وحی میکنه که تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. تا توانی پا منی اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. هر کسی را سیر نی بنهاده ام، هر کسی را اصطلاحی داده ام. سیزنه؟ یعنی هر کس کتم ارتباط داره یک اصطلاح خاص خود داره. در حق امت و در حق تو زم، در حق او شهد و در حق تو سم، مابری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم امر تا سود کنم، بلکه تا بر بندگان جود کنم. هندوان را سکو، هندوان را اصطلاح هند مدح، هندوان را اصطلاح هند مدح، سندیان را اصطلاح سند مدح. اون دو که میگه ای بگوان باها در چه دیمی ها؟ اینه میگه یا مت هست دیگه نو پرابلم، خوب کار میکنه. ای موسی چرا رو خفه میسازی؟ نگو بر اون دو که بگوان بگوان بگوه. او کسی که چیز میگه خب هندوان را اصطلاح هنمت، سندیان را اصطلاح سنمت. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم هیشان شوند و درفشان. ما زبان را ننگریم و قال را. حالا چیز میگه؟ ما زبانه؟ نمیگردیم. در حالی که در قرآن عظیم شان برادرای عزیز در مقابل پیغمبر یک کمک کلمات بیادبی استعمال شد، برشان آیت قرآن نازل شد که لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. بر پیغمبر نگوین راعنا، در کلمه راعنا بیادبی است. یه میگه نه، ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. ناظر قلبیم اگر خاشی بود، گرچه گفت لفظ ناخادی بود. موسی یا آداب دانان دیگرند. در موسی چی میگه؟ یعنی موسی یا ای موسی آداب دانان دیگرند، کسای که ادب میفهمن او دیگه مردم هست. یعنی شما که پیغمبر هستین و پیغمبر هستین آداب الاعوذ بالله نمیفهمین. موسی یا آداب دانان دیگرند، سوخته جان و روانان دیگرن. عاشقان را هر نفس سوزیده نیست، برده ویران خراج و عاش نیست. باز باد از اونیه که وحی آمدن موسی را علیه السلام در عذر آن شبان. حال موسی علیه السلام چی میکنن پس؟ بر شبان عذر میکنن. بعد از آن در سر موسی حق نهفت، بعد از آن در سر موسی حق نهفت. حال باد از این موسی حق فهمید. بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهای کارنم آیت بگفت. بر دل موسی سخنها ریختن. آل موسی هم گپای نو نو خوب سیر یاد گرفت. دیدن و گفتن به هم آمیختن، چند بی خود گشت و چند آمد به خود. چند پرید از ازل سوی ابد. دیگه این طرف ها موسی هم خوب باز شیر زیاد هستم گپا را میزن. خلاصه شما بهتار میگم، چون که موسی این عتاب از حق شنید، وقتی که سرزنش حق شنید در بیابان در پی چوپان دوید. سیست عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مژده ده که دستوری رسید. اونه چوپان صاحب، هر چی که تو گفتی بر تو یک مژده هست. دشنام بته، دو بزن، اشپش بگو، شانه بگو، هر چی که گفتی. گفت مژده ده که دستور رسید، هیچ آدابی و ترتیب مجو. در مقابل خالق ادب مدد اکو، هر چی که دادان تامد. هیچ آدابی و ترتیب مجو، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. کفر تو دین است و دینت نور جان، کفر تو دین است و دینت نور جان. ایمنی و وست تو جهان در امان، ای معاف یفعل الله ما یشا. بی محابا رو زبان را برگشا. برو هر چی که دلت است گفته برو، مثل گال امی بوغیا هر چی که دادان شان آمد امیل دیگه باز گفته میرن و شش. هر چی که گفتن دیگه خلاص. گفت
سعی کن آل دیگه رتبه چوپان کجا رسیده. موسی علیه السلام فهمیدن که آل میه پس موسی پیش چوپان میه که چوپان در حالت نمانده. گفت ای موسی از آن بگذشتم. آل که تو آمدی میه او چوپانه که عادی نیستم. گفت ای موسی از آن بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم، من ز سدره منتها بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم. فهمیدی؟ گفت ای موسی از آن بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم، من ز سدره منتها بگذشتم، صد هزاران ساله زان سو رفتم. یعنی از سدره المنتها من صد هزار سال اوست رفتیم. خوب سهل کنیم. تازیانه برزدی اسپم بگشت، گنبدی کرد و زگردون برگذشت، محرم ناسوت ما لاهوت باد. مسئله نصرانیت است، یکی ناسوت است یکی لاهوت است. عیسی علیه السلام میگه که ناسوت یعنی انسان بود، لاهوت یعنی خدا بود. میگن که عیسی علیه السلام از ناسوت از انسانیت برآمد، کجا شد؟ خدا شد. اینجا هم آل چوپان چی شد؟ محرم ناسوت ما لاهوت باد. تا دیروز که من چوپانک بودم، آل چی شدم؟ به اله رسیدم، لاهوت شدم. آفرین بر دست و بر بازود باد. میگه این موسی خوب کار کردی، من کمک آزار دادی، ما رفتم، من از سدره المنتها چی شدم؟ بالا شدم و از ناسوت هم برامم شدم. حال من اکنون برون از گفتن است، این چی میگویم نه احوال من است. مثنوی معنوی مولوی دفتر دوم صفحه 255. برادرای عزیز، الله سبحانه وتعالی میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن وقولوا انظرنا. در مقابل پیغمبر راعنا را گفته نگوین. در آیات دیگه قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ای مردم، گپای خوب خوب بزنین، برای پیغمبر با ادب باشین، با الله با ادب باشین، با تمام پیغمبرها با ادب باشین، با ملائکه با ادب باشین. فلا تضربوا لله الامثال. آیت قرآن دیگه میگه که فلا تضربوا لله الامثال. ما به خاطر اینکه وقتم کم بود، خواستم امی آیت فلا تضربوا لله الامثال از زبان مفسرین کرام بیاید برتون بگم که مفسرین دیگه برای چی گفتن. صاحب تفسیر علوسی چی میگه؟ در تفسیر فلا تضربوا لله الامثال میگه به الله مثال های ناق ناق نتین، لتقدسه تعالی عن الاوهام والاشارات والعبارات. به خاطر که الله سبحانه و تعالی از اوهام و اشاره ها و این عبارت های که ناسزا هست بشان از او، و تنزه سبحانه عن درک الخلیق فان خلق لا يدرك الا خلقا. مخلوق تنها مخلوق درک میکنه، اما درک خالق متعال نمیشه. باید این چیزها را به خالق مثال ها را نگوین. صاحب تفسیر بیضاوی که کلگی برشان مشهور است، او چی میگه؟ میگه فلا تضربوا لله امثال، معنی چیست؟ فلا تجعلوا له مثلا تشریکونه بهی. میگه شما مثال نتین به الله که شما شریک بسازین به الله یک مخلوق را. او تقیسونه علی، یا این که شما قیاس بکنین الله را به یک مخلوق. فان ضرب المثل تشبیه، زدن مثال به الله که تو بگی مثلا مثل فلانی واره سرش هست، مثل فلانی واره مویش هست، مثل فلانی واره نان میخوره، علیاذ بالله، ای چی است؟ تشبیه و حال به حال، و این تشبیه یک حال از به حال دیگه، و این ناروا هست در ذات مقدس الهی. صاحب تفسیر منیر چی میگه؟ میگه لا تجعلوا له اندادا، بر الله شریک و اشباه و چیزای اشباه و امثال. ولا تشبهوه بخلقه، الله را با مخلوقاتش تشبیه نسازین. صاحب تفسیر خازن چی میگه؟ فلا تضربوا لله الامثال، ای لا تشبهوا الله بخلقه، الله را با مخلوقات مشابه نسازین. خب با مخلوقات که پیغمبر باشه، ملائکه باشه، الله را تشبیه ساختن میتونی، اما تو این صفات زشت یگپا رو چطور بر الله علیه عزیز بلاچیز میکنی؟ فکیف یشبه الخالق بالمخلوق، چطور امکان داره که ما خالق با مخلوق تشبیه بسازیم؟ او الرازق بالمرزوق، او که رازق است رزق میده به کسی که رزق میخوره. القادر بالعاجز، یا ذات قادر با یک انسان عاجز چه قسم تو تشبیه میتی؟ این کلش گپای مفسرین هستن
دیگه صاحب تفسیر رازی چی میگه؟ میگه المثل الذی یذکر الله حق و صدق، مثال هایی را که الله بیان میکنه حق و صدق است، و الذی یذکره غیره فهو الباطل، مثال های دیگه را که به غیر الله مردم های دیگه ذکر میکنن این کل مثال ها باطل هستن و غلط هستن، در عقیده اسلامی نمیشن. صاحب تفسیر طبری چی میگه؟ این میگه فلا تضربوا لله الامثال و ان شئنا جعلناها داخله فی القسم الاول النقص، یعنی اگر بر الله این قسم مثال ها را بگویی بر الله تعالی العیاذ بالله نقصان قائل شدی، ناقص فکر کردی، لان تمثيل الخالق بالمخلوق يعني نقص، وقتی که خالق و مخلوق مثل میدن میگی مثل از یوارس، در حقیقت بر خالق ذات کامل تو نقص را پیدا کردی و این حرام و ناروا و شرک و کفر است. لان تمثيل الخالق بالمخلوق يعني نقص، بل المفاضله بين الكامل والناقص تجعل الكامل مناقصا، حتی اگر در بینشان یک مفاضله هم بیاری که باز الله را تفضیل بدی نسبت به مخلوق، این هم نقص ایجاد میکنه. هیچ وقت خالق با مخلوق هیچ تشبیه نکنین. علامه ابن کثیر چی میگه؟ میگه سبحانه و تعالى عما يصفون اي تقدس وتنزه، الله مقدس است و منزه و پاک است و تعاظم بسیار بزرگ است، عما يصفوا هؤلاء الجهله، از آن چیزی که توصیف میکنه این جهله ضالون، من الاولاد والانداد، که کس بس برش ولد میگه که بچه داره، بعضی میگه شریک داره و یک لفظای دیگه که ما و شما این دیدیم. ابن کثیر در تفسیر سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین چی میگه؟ میگه ينزه تعالى نفسه الكريمه، الله سبحانه وتعالى نفسه اكبر بزرگ خدا، و يقدسها، اين منزه ميسد و مقدس ميگه، و يبرئها اما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون، از اون چیزی که انسان های ظالم دروغگوی تجاوزگر به الله نسبت میده، تعالى و تقدس عن قولهم علوا كبيرا، الله بسیار بزرگ است از اون چیزی که اینا میگن، و از این خاطر میگه که سبحان ربك رب العزه اي ذي العزه التي لا ترام، ان قدر ذات با عزت است که ما تو او را با ذهن خود قیاس کرده نمیتونیم. اما یصفون و سلام علی المرسلین، چرا میگه و سلام برای پیغمبرا گفته؟ ای سلام الله علیهم، یعنی سلام الله بالای کی؟ بالای پیغمبرا فی دنیا و الاخره، لسلامت ما قالوه فی ربهم، چرا که پیغمبرا به خاطر دیگه گپاشان بسیار سلامتی داره از نقص، یعنی بسیار پیغمبرا پروردگار با الفاظ خوب چیز کردن توصیف کردن. اینی بود این شعرهایی که فعلا بنام غزل و موسیقی و فلان خوانده میشه، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. الهی پروردگار، هدف ما فقط ای است یا الهی که ذات مقدس تو را به مو شکل که به ذات و جلال و عظمت تو شایسته هست همو قسم بشناسیم، همو قسم وصف بکنیم. الهی پروردگار بر ما توفیق بده که کتابای عقیده را بخوانیم، و بزرگترین کتاب عقیده قرآن است، عقیده خود از قرآن بگیریم، و بزرگترین معلم در عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است، از زبان از او ادب با تو بفهمیم و مطابق از او با تو ادب بکنیم، با پیغمبران ادب داشته باشیم. ما عقیده داریم که موسی علیه السلام پیغمبر اولی العزم است، پیغمبر بزرگ است، لا نفرق بین احد من رسله، در بین پیغمبرات تفرقه نمی کنیم، همیشه برای هر پیغمبر میگیم علیه السلام، به موسی علیه السلام و مصرف ما صلات و سلام باشه. الهی پروردگارا عقیده ما را درست بساز. اگر مردم ما که کسایی که تعصب ندارن و این جوانایی که اینجا جمع شدن، مصفیدایی که اینجا جمع شدن، هدف ما همی است که تو را بشناسیم، از قرآن بشناسیم، از سنت بشناسیم، و خود از شرک و کفر و بیدینی و گمراهی و فسق و فجور نگاه بکنیم. الهی پروردگارا بر ما توفیق بده که براه بریم که تو از او راضی هستی. الهی راه مستقیم بر ما آسان بگردان. الهی عبادت های ما را قبول بکن. الهی برادرایی که در اینجا ششتن، هر لحظه و هر دقیقه چون کلش ذکر تو هست، یاد تو هست، به خاطر ای که تو ذات صمد هستی، تو ذات احد هستی، تو ذات هستی که لا شریک هستی، تو ذات هستی که سبحان ربک رب العزت عما یصفون هستی، از هانچی که اینا توصیف میکنن تو منزه هستی، پاک هستی، و ذات تو ایچی تا شایسته نیست. الهی پروردگار ما را در جمله موحدین حساب بکن، و هر دقیقه و ثانیه ما را در عبادت حساب بکن، و این درس ما را وسیله بگردان که ما در روز قیامت شهادتنامه ما به دست راست ما داده شود، و کلمه که آخرین از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله.
الله جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبید الله متوکل. که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما انتشارات سید جمال الدین افغانی کارت 4 عروج کامپیوتر پلازا منزل تحتانی دکان شماره 4 به دست بیاورید.